بس يا رالي خب پس پس جناب هگزان شما با بنزین یه نیروی برقرار میکنی به نام نیروی واندرواس. اوره هم همینطور، اوره هم بخشید وازلین هم همینطور. وازلین هم ایدروکربونی به فرمول 3-25H52 که ایشون هم ناقطبیه، توی آب حل نمیشه. ایدروکربونا ناقطبیان ولی تو هگزان حل میشه. چرا حل میشه؟ چون هگزان هم ناقطبیه. مواد میگن like dissolve like rule، همجنس در همجنس حل میشود. مواد قطبی اصولا تو حلالای قطبی و مواد ناقطبی اصولا تو حلالای ناقطبی حل میشن. تا سر روغن باتون کار دارن، تا سر روغن، تا سر روغن. خب خیلی ممنون، جلسه بسیار خوبی بود. لطفاً سوالا رو شروع کنید که من یه مقدار سوالاتونم جواب بدم. هی تا میگم کاتش کن. مرسی بچه ها. سوال بیا 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 بیا، نگهدار نگهدار. امیر محمدی گیاهی لطفاً فرست کلاس رو ببین عزیزم. آره آریان استاد اوره آمین نداره تو اون یکی اناشو. نه امیر محمدی، امیر مهدی محمد نژاد، اوره آمید داره چون اون انه به سی پیوند دوگان او وصله. من چیز کنم یه برگ سفید بیارم. ببین اینه بچه ها سوالاشون رو باید بپرسم، همیشه 10 دقیقه آخر رو میذارم برای سوال پرسیدن. اینه خیلی خوب بود، ما همیشه همجوری آهسته میریم جلو که قشنگ بچه ها لقمه بیاد تو دهنشون. و خیلی من کار میکنم. حالا تازه تو ببین چه خبر توی پنل، چه اتفاقاتی خواهد افتاد. خب ببخشید جزوه نسبت به بارسال خیلی تغییر کرده. ریحانه 15-20%، 15-20%. بله ادامه بدیم، نگه دارید. این میره، نمیشه نگه داشت. نه خب نه رضا لازم نیست بده. بی زحمت واندروالسی رو میگی دوباره. بله نیروی واندروالسی یک نوع نیروی بین مولکولی است، یک نوع نیرو. مثلا HCl هاش مثبت، Cl منفی، بیاد بغل یه HCl دیگه، اینم مثبت اینم منفی. نیروی بین مولکولی رو اگه هیدروژنی نباشه، یعنی FOON نباشه، بهش میگن نیروی واندروالس. مثلا این هگزانه، این بنزینه، به جاذبه این دوتا میگن نیروی واندروالس. واندروالس یعنی جاذبه بین مولکولی اگه هیدروژنی نباشه. بعضی هم سوالشون رفت چون ما یه دونه میزنیم 100 تا میره یهویی، نمیتونیم کنترل کنیم، تعداد زیاده. همین الان بذار برای اینکه شما آرامش پیدا کنید، فردا شنبه، فردا ساعت 9 صبح تا 10 صبح، فعلا فردا، چون 10 به بعد من کلاس باید برم جایی، 9 تا 10 فعلا با من رفع اشکال داشته باشید. میتونید بیاید تو دایرکتم بپرسید. اگه اومدین تو دایرکتم، اگه اثبات شد دانش آموز خودم هستین، تلفن خودم هم خواهم داد که بتونید واتساپ هم با هم در تماس باشید. چیزه فردا 9 تا 10 صبح، 9 تا 10 صبح اشکال داریم برام بفرستید، ما مخلصیم. آقا ادامه بدیم. تا رفتی نگهدار، نگهدار. مرسی. پگاه میگه سخته؟ نه خیلی آسونه. از کجا میدونیم جزوه دریافت کنیم؟ آقا میلاد میگن قطبی ناقطبی رو بگید. خب من تو فرست کلاس گفتم، فرست کلاس من 3 ساعته کلا، ببینید بعد بیاد پای کلاس رو چشمم دیگه، آخه اینجوری که کل وقت بچه ها میره. خب بله معصومه جان، بانک تست رو کامل در پنل میذارید؟ 100 بار گفتم نه، اگه کامل بذارم که این متاسفانه اینایی که
کار بعدی میکنم ور میدادی، حالا نمیشه آدم حرفی بزنه، ولش کن. از کجا میتونیم جزء دریافت کنیم؟ هم از تو پنل میتونیم دریافت کنیم، هم از انتشارات عربی، هر کدوم راحتید. خب آقا میلاد فرازی، فردا که اومدی بیا خودم برات بگم. بعضی از گروه عاملی دو تا اسم داره، آره مثلا اوهاشو میگن عامل الکلی هیدروکسیل، عامل اسیدی کربوکسیل. بله زوج الکترونهای ناپیوندی اوره رو دوباره بگید. سی دبل باند او انهاشتو انهاشتو، هر اکسیژن دو زوج الکترون ناپیوندی دارد، هر نیتروژن یه زوج الکترون ناپیوندی، رو هم میشه چهار تا، رو هم میشه چهار تا. ادامه بدیم حسین جان، نگهدار. استاد تستا رو از کدام کتاب باید زد؟ در جزوه دهم چنین صفحه نیست. چرا نیما جان هنوز شما حتما بانک تست رو نگرفتی، از بانک تست باید بزنید. تکالیف رو برای پنجشنبه هفته آینده باید بفرستید تو پنل من. چرا جزوه سیاسفی چاپ